محفل مشاعره از سوی انجمن ادبی و فرهنگی کندز برگزار شد. انجمن ادبی و فرهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز امروز محفل مشاعره را با حضور داشت مسئولان امارت اسلامی، شعرا و فرهنگیان این ولایت برگزار کرد. مطیع الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندز میگوید که ریاست اطلاعات و فرهنگ همواره تلاش می نماید تا از جوانان روشنفکر، شعرا و فرهنگیان حمایت همه‌جانبه کند و در این راستا از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نمی ورزد. ان شاء الله لدينا ملاتړ کوم چې همیشه لپاره موږ دوی په خدمت کې یاست. موږ ریاست دوی په خدمت کې ده، همیشه به دوی کړنې او د دوی کارونه ستایو. دوی ته تقدیر نامې ورکړي دلته او کارونه مو ورته تقدیر کړي. ان شاء الله د همیشه لپاره دوی ته دغسې برنامو لپاره امید لرو، نورې هم ونیسو او دوی ته ژمن یو، همیشه به حمایت کوو او ورته راپېرو به دغسې کارونه پروګرامونه ورته برابرو ان شاء الله. از سوی هم مفتی محمد الله آخونزاده رئیس امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت کندز گفت وظیفه اداره امر بالمعروف این است که مردم مطابق شریعت اسلامی عمل نمایند و از تمام شاعران و فرهنگیان این ولایت خواست تا از اشعار خیش در خصوص رشد فرهنگ جامعه اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر را همکاری نمایند. مهم خلق تاسی است، مهم منصوبی تاسو ستاسو دلار نه به ان شاء الله کوم یو کار کې کو شریعت نافذ اول غواړو په خپل کومک او کوشش سره. خو که تاسو موږ سره مل شوي لکه څنګه چې مل یاست، ان شاء الله د یو کال خدمت به موږ یو میاشت کې کولی شو، د یو کال خدمت به موږ په یو میاشت کې بیاوینو. در عین حال شاعران و فرهنگیان از برگزاری این مشاعره ابراز خرسندی نموده، گفتند که جهت حمایت و پشتیبانی از شاعرا باید این گونه برنامه ها به صورت دوامدار برگزار شود. در کنار از اینکه دوستان من دل خطاب مطالعه میکنند، مشاعره میگیرند و مداشته های افغانستان، فرهنگ افغانستان، تمدن افغانستان هم در ذهنشان زنده نگه داشته شده و فراموش نکنند. بود که از طرف رئیس دلات فرهنگ فضیلت است و انشاءالله کنم که ما در آینده ها این کار هم کنیم. دیده شاعران چه په اون سی رو که خپل علم و خپل ادب و فرهنگ که خدمتونه کلی و اقت ریاست اطلاعات فرهنگ انسان تربیت شد او در ډول ژمنې وشوې چې په راتلونکي کې به موږ هم بیا دغه انجمن کې ناستو ته دوام ورکوو او ټول لیکوالانو شاعرانو نه هیله وشله چې راشي او دلته خپل اشعار او دا د ولس دردونه د شعر په رښتینه ژبه د چارواکو تر غوږونه ورسوي. گفتنی است که پس از تغییر نظام در کشور، شعرا و فرهنگیان با راه اندازی برنامه های فرهنگیشان همواره کوشیده اند تا خواست ها و مشکلات جامعه را به زبان شعر و ادب به مسئولان بازگو نمایند. حسیب حساس، تلویزیون اورانوس، کندز.